امشب بیژن مرتضوی خواننده، نوازنده و آهنگساز محبوب ایرانی میهمان شب‌آهنگه. موسیقی و من آلبوم تازه این هنرمنده که پس از مدت‌ها انتظار روانه بازار شد. مجموعه شنیدنی که جدیدترین ترانه‌های بیژن مرتضوی رو در بر می‌گیره. بخش کوتاهی از موزیک ویدیوی موسیقی و من. رقص بکن، چرخی بزن، به ریتم موسیقی و من، هم جنس اقیانوس و مهر، هم رنگ مهتاب و چمن. رقص بکن، رقصی مثل تجربه رها شدن، برهنگی پوشیدن و خوشی دق میکنه. جیرجیرک ها اسم تو رو به باد میگن، جار بزنه شیشه ی عطر تر تو، تون از درن ها بشکنه. رقصی بکن، رقصی مثل تجربه ی رها شدن، برهنگی پوشیدن و شهر ساکرامنتو در ایالت کالیفرنیا میریم تا این گفتگو رو آغاز کنیم. آقای بیژن مرتضوی، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. سلام عرض میکنم آقای مکری عزیز و تشکر میکنم به خاطر اینکه تحمل کردید تا این ویدیو کلیپ تموم بشه تا با هم گفتگوی داشته باشیم. آقای مرتضوی، به صورت کامل این ویدیو رو در انتهای برنامه سعی میکنیم پخش بکنیم تا بینندگان ما با جزئیات بیشتر اون هم آشنا بشن. اما سوال من اینه که شما مدت‌ها طول کشید تا آلبوم تازه خودتون رو روانه بازار کنید. چرا انقدر طول کشید؟ والا این حدوداً، این آلبوم حدوداً 5 سال طول کشید و اگر آلبوم رو مطمئنم که گوش کردید، چون با هم صحبت کردیم، 13 قطعه درش هست و چندین بار این قطعات زیر و رو شده، تنظیم‌های مختلف شده و به غیر از این 13 قطعه یه چیزی حدود
15 قطعه دیگه هم ضبط کردم که خب صلاح ندونستم اونها رو بگنجونم در این آلبوم و تقریبا یه چیزی حدود 3 آلبوم محتویات داشت که به هر حال از درون این 20 و چند قطعه این 13 قطعه رو انتخاب کردم که به اصطلاح انتشارش بدم. یکی از دلایلش این بود و خب اینکه می‌خواستم یک کار متفاوتی با کارهای سابق خودم باشه که امیدوارم که دسترس پیدا کرده باشم به مثلا. خب به همین نکته بپردازیم، چون اشاره کردید همواره تلاش دارید کاراتون آثارتون متفاوت باشه با گذشته. این آلبوم چه ویژگی‌هایی برای شما داره از نظر ساختار و یا موسیقی و محتوا؟ چه تفاوتی با کارهای قبلیتون داره؟ والا الان که حدوداً 5 ماهی میشه این آلبوم انتشار پیدا کرده و برمیگردم و گوش میدم، تفاوت‌های فاحشی رو حس میکنم درش. یعنی فکر میکنم موفق شدم به اون قصدی که داشتم، اون چیزی که میخواستم انجام بدم، از لحاظ انتخاب سازها، از لحاظ تنظیم و از حتی از لحاظ ترانه که مسئله مهمی بود بین و من و ایرج آقای ایرج جنتی عطایی که می‌خواستیم یک کلام، یک حس و یک رنگ خاصی رو داشته باشه که فکر می‌کنم که انجام شد. درباره عنوان این آلبوم برامون توضیح بده آقای مرتضوی، موسیقی و من، برای خود شما موسیقی چه معنایی داره؟ این مفهوم در این آلبوم چگونه بیان میشه؟ موسیقی و من اسم همین قطعه است که شما رزارگرش هستید و میشنوید. اسم این ترانه هست موسیقی و من، ولی یکن از چند بعد ما این اسم رو انتخاب کردیم براش. موسیقی، اولی که سوال کردید که برای من چه معنی داره، مثل اسمم میمونه. اگه بگن بیژن برای چه معنی داره، نمیدونم چجور جواب بدم. بر صورت از سنین بسیار کوچیکی، 3 سالگی من شروع کردم به فرا گرفتن موسیقی، حتی 3 سال هم نشده بود. بر صورت این برای خودم، ولی کن این اسمی که گذاشتیم موسیقی و من، من یک من نوعی است، یعنی مخاطب ها همه میتونن اون من باشن و فکر کردم که به مخاطبین این اختیار رو داده بشه تا فکر بکنن که خودشون با موسیقی چه ارتباطی دارن، با هر نوع موسیقی. حالا اگر موسیقی من رو گوش میدن، موزیک من رو گوش میدن، ارتباطشون با موزیک من یا هر موزیک دیگه رو که دوست دارن و گوش میدن، ببینن ارتباط خودشون با موسیقی چی هستش، موسیقی در کجای زندگیشون قرار میگیره، چقدر براشون مهمه، چقدر بهش احترام میذارن یا چقدر طرفداری و نگهبانی میکنن ازش. آقای مرتضوی، شما خب موسیقی و آهنگسازی کارا رو خودتون انجام میدین، اینجور که در گذشتم با هم صحبت کردیم. الان در ابتدای صحبت اشاره کردید به انتخاب ترانه ها، یه مقدار در این باره صحبت بکنید. چه وسواسی دارید؟ چگونه اونها رو برگزیدید و چه تمی به این آلبوم داده؟ عرض کنم خدمتتون در این آلبوم اجازه بدید بگم که دوستان خوبی منو در یاری کردن، آقای بابک سعیدی، آقای علیرضا افکاری، آقای واهان اسکندریان و رامین زمانی، ازشون تشکر میکنم. راجع به ترانه، من حدوداً 10 سالی هستش که فقط با ایرج کار میکنم و آلبوم هام رو با ایرج کار میکنیم مشترکاً. ترانه ها رو ایشون میسرایند و آهنگ ها رو من میسازم و این بار خب انتخاب شعر خیلی مهم بود و معمولاً من وقتی آقای جنتی عطای شعری رو به من محول میکنن خیالم راحته، به خاطر اینکه از یک منبعی بسیار عالی میاد و من نگرانش نیستم که اشکالی داشته باشه، ولی کن به هر حال با اون حس و هوا و فضایی که جاری هستش در اجتماع ما، به فرهنگ ما، اینه که به هر حال باید یه مقداری حواسمون رو جمع‌تر بکنیم. حتی یکی از قطعات که در همین آلبوم هستش، ما رجوع کردیم به یک کتاب آقای جنتی عطایی، به کتاب ایرج، و یکی از اشعاری که یه خود قدیمی تر بود رو هم تحت نظر گرفتیم و تونستیم روش کار بکنیم. آقای مرتضوی، راجع به موسیقی و ترانه ها صحبت کردیم. ما در حین اینکه با هم گفتگو میکنیم، دوستان قسمتی از همین موزیک ویدیوی تازه شما رو هم پخش میکنن، موسیقی و من، که خب خیلی شکل جالبی داره، نامتعارفه با کارهایی که این روزا در بازار ایرانی هست، متفاوتی. یه مقدار در این باره توضیح بدید چه احساسی داره شما وقتی در میان این کار انیمیشن یا عروسکی هستین؟ والا این
من با آقای دکتر عیسی‌پور کارگردان این قطعه و کسی که کلن ریاست و سرپرستی این مسئولیت این کل پروژه رو به عهده داشتن فکر کردیم یک چیزی ساخته بشه که متفاوت باشه و مقصود اصلی این بود که بتونیم جواب اونایی که به صورت تینیجر و در سنین پایین هستن و خارج از کشور زندگی میکنن رو به حدوداً یه مقدار دور دارن بشن از زبان مادری اونها رو جذب بکنیم و این خب خیلی مثبت بود این کار چون من وقتی فیدبک رو میبینم میفهمم که بچه ها چقدر دوست داشتن و به خاطر همین نگاه میکنن خب همین یه درصد کوچکی هم اگر ما بتونیم اونها رو جذب بکنیم به سوی زبان فارسی خب خیلی موفق شدیم این بود که ما تصمیم گرفتیم این کار بکنیم به اضافه اینکه خب آقای دکتر عیسی‌پور خودشون رئیس دانشکده انیماترونیکس دانشگاه سولت هستن و تونستیم از امکاناتی که ایشون داشتن و دانشگاه در اختیار ما گذاشت بتونیم استفاده بکنیم و الا به نظرم غیر ممکن بود چون مخارجش بسیار بسیار بالا بود. شما از جمله هنرمندایی هستید که این روزا از شبکه‌های اجتماعی سایت‌های اینترنتی برای پخش کاراتون استفاده می‌کنید. یه مقدار به این موضوع بپردازید. برای شما چه تجربه‌ای بوده و میشه این کار رو به این صورت ادامه داد در بازار ایرانی؟ به هر صورت چاره‌ای نیست. الان بازار به این سو رفته دیگه. مثل سابق اصلاً نیست. به اضافه اینکه خب فرهنگ ما، مردم ما یه مقداری طول می‌کشه تا خب این یه چیز از غرب آمده است تا اینکه عادت بکنن یه مقداری طول میکشه به اضافه اینکه در وطن جایی که مخاطب بیشتر از همه جا هست امکانات خرید اینترنتی به اون صورت هنوز ندارن مثل کردیت کارت و این مسائل امیدواریم که بهتر بشه ولی خب به هر صورت خوب بوده من تجربه خیلی خوبی داشتم همونجوری که گفتید اولین بار بوده و امیدوارم که بعد دوستان دیگه منم مطمئنم که همین کارو دارن انجام میدن ولی مطمئنم که خوب میشه و جا میفته و موسیقی اون حمایت‌های خاص خودش رو پیدا خواهد کرد. های مرتضوی خیلی از هنرمندان ایرانی روزا اشاره میکنن شاید تهیه و تولید آلبوم خب کار مغروم به صرفه نباشه دشواری های زیادی داره و ما میبینیم که هر روز از تعداد آلبوم ها ارائه شده کم میشه شما چه نظری در این باره دارید بعد از اینکه این آلبوم منتشر شد درباره آینده چی فکر میکنید کاملا درسته ببینید وقتی که پشتیبانی مالی نباشه یواش یواش خوش میشه دیگه ریشه این قضیه خوش میشه به اضافه که این کار بسیار کار پر هزینه ای هم هست شانسی که من دارم اینه که به هر حال جزء تخصصات من آهنگسازی و نوازندگی و تنظیم از این لحاظ یه مقدار من شاید خوش شانس تر از بقیه دوستانم باشم ولی میدونم که چقدر ناراحتی و صدمه ببینن دوستان من تنها راش مشارکت مردم و حمایت مردم هیچ راه دیگه نداره چون از دول یا ارزم بزرگ شما سازمان خاصی که کمک گرفته نمیشه موسیقی ایرانی خارج از کشور نتیجتا امیدوارم که مردم همونجور که به هر صورت لذت ببرن حالا چه از موسیقی من چه از موسیقی دوستانم فرق نمیکنه حمایتشون رو بدن به این دوستان و به کلن به این صنعت موسیقی تا بتونه زنده بمونه ما پیش از برنامه که با هم صحبت میکردیم شما اشاره کردید ظاهراً یه پروژه دیگری هست که ارتباطی به فیلم و سینما هم داره در این باره توضیح بدید آقای مرتضوی چی کار میکنین؟ چشم ارزم بزرگ شما که یک پروژه بسیار عظیمی رو در دست داریم که موسیقی فیلمی هستش که موسیقی این فیلم رو به عهده من هست بسیار جالبه که بدونید این فیلم طولانی به صورت همین استاپ موشن یا همین انیمیشنی که شما ببینید هستش که باز هم ریاست شو و سرپرستی و کارگردانیش به عهده دکتر جانی عیسی‌پور هست و یک قصه بسیار جالبی است که من شب که باشون صحبت می‌کردم صلاح دیدیم که باز نکنیم قصه رو ولی تا این حد بگم که داستان یک جوانی است که از صحبت از مسائلی می‌کنه که در سرزمینش اتفاق می‌افته حالا خوشایند یا بدایند یا به اصطلاح صدمات و بلاهایی که سر اون خطه سرزمینش میاد و به صورت انیمیشن درست شده بسیار جالبه وقتی که یه شهرکی درست شده کاملا از همین استاپ موشن و انیمیشن که بنده دارم موزیک این فیلم رو می‌نویسم پس باید آقای مرتضوی هر وقت که جزئیاتش مشخص شد حتما در این برنامه بیشتر به اون بپردازیم به اتفاق شما
با کمال میل حتما در خدمتتون هستم. من خیلی سپاسگزارم از اینکه در شهر ساکرامنتو با ما همراه بودید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید در ایالت کالیفرنیا. تشکر میکنم، منم از شما و همکارانتون ممنونم و آرزوی سلامتی برای هموطنانم میکنم. با سپاس.